أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله احمده واستعينه واستغفره واستهديه واؤمن به ولا اكفره واعادي من يكفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى والنور والموعظه على فتره من الرسل وقله من العلم ودنو من الساعه وقرب من الاجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وظل ضلالا بعيدا. عباد الله فاتقوا الله في عاجل امركم وعاجله في السر والعلانيه فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر محتاج و نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پرواپیشه کردن تذکر می دهم و سفارش می کنم. امیر بیان، قرآن ناطق، محور حق، امام سفید رویان، لنگر زمین و آسمان علیه صلوات افضل و صلوات المسلین فرمودن در کار دنیا و آخرتتان در نهان و آشکار از خدا پروا کنید و خدا رو در نظر بگیرید و از خدا بترسید، چرا که هر کس از خدا پروا کند بدیهایش را از او بزداید. ما در سراسر زندگی گرفتاری داریم، خطا داریم، اون چی که میتواند این خطاها را جبران کند و این سیئات را تبدیل به حسنات کند تقواست و پاداشش را بزرگ گرداند و یعظم له اجرا. هر کس از خدا پروا کند به رستگاری بزرگ برسد. و من یتق الله فقد فاز فوزا عظیما. امید است که هممان به این سفارش خداوند پیامبر و ائمه معصومین توجه کنیم و در لحظه لحظه زندگی به اونها توجه و دقت داشته باشیم. در خطبه اول بحث خاص را در نظر گرفتیم به دلیل نیاز و ابتلایی که حس کردیم، بحث خشونت در بین مردم و در خانواده ها، با یک مقدمه قرآنی بحث انشاءالله آغاز میکنیم و در خطبه دوم مناسبت های تاریخی و مذهبی داریم. از جمله طبق نقل تاریخ دهم یا دوازدهم ربیع الثانی آغاز نماز جمعه بوده در مدینه منوره
وفات حضرت معصومه سلام الله علیها از مناسبت هاست و حوادث اجتماعی جهان اسلام و مسائل مربوط به کشورمان که متاسفانه باز هم شاهد شهادت و به خون غلطیدن مسلمان ها و وطنداران من هستیم از مسائل است که در خطبه دوم به اونها اشاره خواهیم کرد. قبل از اونه که من بحث خشونت مطرح کنم، یکی از موضوعاتی که در قرآن مطرح است مسئله زندگی است. در بیش از 72 آیه خداوند مسئله زندگی را مطرح کرده و جالب است که با همین دیدگاه با قرآن نگاه کنیم. حالا دیگه خیلی نیاز نیست که ما کارهای دور و در واقع سخت را دنبال بکنیم. همینطوری که شما قرآن میخوانین یا مثلا نرم افزار قرآنی دارین یا علی کل حال از موبایلتان استفاده میکنین، بگردین دنبال مثلا موضوع حیات در قرآن، راحت میتوانین این بحثا را دنبال بکنین و هر آیه ای را که خداوند در قرآن مطرح میکنه در بخشی از زندگی ما اثر داره، میتواند ما را در اون بخش خیلی قدرتمند بکنه. اگر مثلا حیات بدی در مسیر ما هست، ما در جریان زندگی ما به سمت یک زندگی واقعا خلاف رضای خدا در مسیرش قرار داریم، مسیر ما را عوض بکنیم. اگر زندگی ما خوبه او را تقویت بکنیم، مسیر زندگی خوب را از بد تشخیص بدهیم. مثلا یکی از جاهایی که خداوند بحث حیات مطرح میکنه میفرماید که ولکم فی القصاص حیات. خب یک کسی قتل مرتکب میشه، جنایت مرتکب میشه، باید او را پیگیری کنیم، پیدا کنیم، به سزای عملش برسانیم. هر روز قتل مرتکب بشه، کار در مقابلش انجام نشه، قتل بعدی، ثبات زندگی به هم میریزه، آرامش از بین میره، اعتماد از بین میره. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، صاحبان فکر، صاحبان عقل، صاحبان اندیشه. خودش یک راهکار بسیار عمیق است، مخصوصا در شرایط فعلی. ما شاهد جنایت باشیم که نمیشه، یک کار باید کرد. یا مثلا بعد در ادامهش میفرماید لعلکم تتقون، شاید شما با این برنامه با تقوا بشین، با پروا بشین. خب تقوا گاهی شخصیه، یه آدم زاهد خلاصه قانه منظم، اما گاهی تقوای کلان لازم داریم. اجتماع رو باید اداره کنیم، اهل سیاست باید تقوا داشته باشن، اهل خلاصه ادارات بزرگ، اونهایی که زمام امور در اختیارشان هست. این تقوا مسلماً خلاصه ارزش بیشتر دارد، به تعبیر معروف خلاصه عدالت شاه از زود 100 سالش ارزشمندتر است. این برنامه جامعه را به سمت تقوا و به سمت خلاصه سعادت راهنمایی میکند. یا میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اگر زن و مرد عمل صالح انجام داد، ما زندگی خوش، طیب، زندگی دوست داشتنی براش در نظر میگیریم. خب نمیشه ما عمل صالح انجام ندیم بعد بخوایم یه زندگی طیب و طاهر داشته باشیم، یک زندگی که همه به زندگی ما حسرت بخورن. خب یکی از راه‌های زندگی دوست داشتنی که دیگرها به ما عشق ببرزن، به امنیت ما، به پیشرفت ما، به مثلا بهداشت ما، به برادری ما، به عزت ما، به اقتدار ما، راهش اینه که عمل صالح انجام بدیم. اگر عمل صالح انجام ندیم، فرم قرآن اینه
راکار قرآن اینه، زندگی خوش نصیب شما نمیشه. بعد آیات فراوانه. من یکی را خدمت شما روش انتخاب کردم، الان اینا را که خواندم برای که بس با قرآن آغاز بشه. میفرماید که خیلی آیاتی که در رابطه با زندگی است جالبه. میفرماید بدانید زندگی دنیای شما 5 قسمه. اعلم و انم الحیات الدنیا، بدانید سراسر زندگی بشر در همین خلاصه دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم به 5 شکل در حال حرکته. داخل یک کشور، یک قریه، یک خلاصه قاره، همه دنیا که زندگی افراد بشر در نظر بگیرین از این 5 شکل بیرون نیست. بعضی ها زندگیشان بازیست، لعب. بعضی وقت آدم یک بازی رو شروع میکنه، حالا برنده داره، بازنده داره، منتها بازیست. گاهی هم سرگرمیه، بازی هم نیست. میگه حالا بیکارم، بالاخره سرم گرم بشه این کارو بکنم، هدف نداره. گاه زندگی چیه؟ وزینتون، آرایشه، واقعیت نیست. خودش قدرتمند معرفی میکنه، خودش صادق معرفی میکنه، خودش مثلا زاهد معرفی میکنه، اما باطنش چیز دیگریه. وزینتون و تفاخرون بینکم، یک بخش زندگی اینه که به هم دیگه فخر فروشی میکنه، من اینه دارم تو نداری، امتیاز مال ماست، اینقدر فامیل دارم، اینقدر ثروت دارم، این امکانات دارم، از این هم که بالاتر بره چی میشه؟ و تکاثرون فی الاموال والاولاد، از این بالاترش میشه زیاده خواهی، فزون طلبی در ثروت و در اولاد. بعد میفرماید که این زندگی مثل اون باران است که باریده و زمین هم آماده شده، دهقان و کشاورزم بذری تخم پاشیده، خیلی خلاصه خوب بیرون آمده و رویده. که مثل غیث اعجب الکفار نباتو، مثل خلاصه باران که دهقان که خاک روی تخم میریزه و او را به اصطلاح مخفی میکنه، دهقان را به شگفت آورده. بعد یک خلاصه آفتی میآید، همه این کشاورزی و این دهقانی را نابود میکنه. خب شما دیدین که خودمان سالانه شاهدش هستیم، بعضی وقتا اول سال خوبه، بعد یک آفت میاد همه چی از بین میره. ثم یکون حطاما و فی الارض عذاب شدید و مغفرت من و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. بعد میفرماید زندگی دنیا جز متاع فریب چیز دیگری نیست. بعض وقتا زندگی خیلی ارزشمند میشه، الان عرض میکنم، بعض وقتا زندگی فقط فریبنده است. ما چیکار بکنیم که به اون زندگی واقعی برسیم؟ عرض کردم خب ما چقدر میتونیم اینجا مطرح بکنیم، یه گوشه ای از این بحث دنبال میکنیم. واقعا قرآن مظلومه و ما جامعه اسلامی، جامعه انسانی از قرآن اونطوری که باید استفاده نمی کنیم. خدا شاهده امیر المومنین که بروی باور تعبیر میکنم، قرآن ناطق میفرماد این قرآن است که با آن میتواند رای حق را بنگرید. تنها این نیست که ما بیاییم مثلا رای حق میگیم معتقد بشیم، مسلمان بشیم. اونایی هم که مسلمانن برای رسیدن به درجات و کمالات نیاز به قرآن دارد. و با آن سخن بگویید، با قرآن حرف بزنیم و وسیله آن بشنوید. فرمود که آیاتش در شناساندن خدا اختلاف نداشته، کسی را که همراهش شد از خدا جدا نمی کند. کسی که با قرآن همراه بشه، این قرآن که کسی را از خدا دور نمی کنه. همین بزرگوار می فرماید که بدانین و علمو در خطبه 133 نهج البلاغه، که خطبه خلاصه جالب است، می فرماید و علمو انه لیس من شیء الا و یکاد صاحبه یشبع من. هر چیزی ما در زندگی داشته باشیم یک روزی از او خسته میشیم.
و از آن سیر میشیم و از داشتنش دلگیر میشیم و یملو و یملو از همه چیز یک روز خسته میشیم. اما یک چیزی که آدم از او خسته نمیشه الا الحیات، از زندگی کسی خسته نمیشه. کدام زندگی؟ او زندگیه که با سبک و سیاق و خلاصه متد الهی باشه. و الا بعض وقتا دیدیم ما از بعض زندگی ها خسته میشیم. من هفته گذشته، یکی دو هفته گذشته دیدم، یکی از خلاصه اینو شنیدم، یکی از دخترها در شهر خودکشی کرده. گاهی زندگی چنان سخت میشه که جامعه از زندگی بیزار میشه. این تعبیر دقت کنیم، آقا امام عسکری علیه السلام فرمودن خیر من الحیات، از زندگی بهتر چیه؟ ما اذا فقدته ابغضت الحیات، بهتر از زندگی چیزی است که هرگاه آن را از دست دهی از زندگی بیزار میشی. بعضی وقتا در محیط خانه، در محیط شهر، در محیط خلاصه کار، یک اتفاقات، یک فشارهای، یک شرایطی پیش میاد که نفر از همون زندگی بیزار میشه. خودمون تجربه کردیم در محیط زندگی، در محیط خانوادگی گاهی فضا را چنان سخت میکنن که نفر دنبال اینه که چطوری این زندگی به پایان برسه. و فرمود و شر من الموت، همین تعبیری که آقا امیرالمومنین فرمودن، بدتر از مرگ چیه؟ ما اذا انزل بک احببت الموت، اینقدر در فشاره، اینقدر در تنگنایه که اگر مرگ برایش بیایه اون مرگ را استقبال میکنه، یا اون شرایط اونقدر سخت است که وقتی گرفتار اون شرایط سخت میشه آرزوی مرگ میکنه. ما دنبال یک زندگی واقعا کامل باشیم. من این صحبت را که میکنم به عنوان یک خبلسه گرفتاری اجتماعی در سطح دنیا، مخصوصا در سطح کشورمان عرض میکنم. خب نماز جمعه این همه فضیلت که داره تنها به خاطر این نیست که مؤمنین بیاین و اینجا تجمع بشه، مثلا خطیب بیایه نک ساعت نیم ساعت حرف بزنه، اینطوری نیست. این وظیفه، وظیفه کلامه. اگر ثوابش زیاده مسئولیتش هم زیاده. باید ما راه های بیرون رفت از گرفتاره ها، از مشکلات، از زنجیرها و از غوله ها رو پیدا کنیم تا به سمت یک آرامش، یک حیات طیبه، حیات کامل حرکت بکنیم. یکی از چیزهایی که حالا بسه یه مقداری خلاصه جمع بکنم و به اصطلاح مطالب رو مطرح بکنم که بیشتر اجراییه، مصداق داره و نمونهاش بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. یکی از مشکلاتی که زندگی رو خیلی سخت میکنه خشونته. واقعا خشونت زندگی رو سخت میکنه. ما درباره خشونت روایات عجیبی داریم. همینه که آدم گاهی و دیگر را سخت میگیره، به همسرش، به اولادش، خلاصه به تحت فرمانش، به زیر دستش. مثلا آقا رسول الله فرمودن، اول اینکه خداوند میفرماید در تعریف با تقواها، با تقوا که اول کاظمین الغیظ، اونایی که خشم خودشان فرو میبرن. بالاخره ما گاهی خشمگین میشیم دیگه. آدم مؤمن با تقوا کسیه که وقتی گرفتار خشم شد خشمش فرو میبره. والعافین عن الناس، مؤمن کسی با تقوا کسیه که اهل گذشته. پیغمبر فرمود که خب همه ما معتقد به بهشت و جهنمیم، جهنم 7 در داره. پیغمبر فرمود ان لجهنم بابا، در جهنم یک دروازه است، لا يدخلها الا من شفا غيظه بمعصيه الله، از این دروازه داخل نمیشه مگر کسی که از طریق معصیت و از طریق گناه خشم خودش را فرو می نشاند. با ظلم، حالا با خانمش بگو مگو کرده، خلاف دستور خداوند او را اذیت میکنه، با پسرش
الاخره بهانه میگیره و مردم سر کوچه سر خیابان یه بهانه درست میکنه، مردم اذیت میکنه، خسته میکنه. آقا چه خبره تو این کارو کردی؟ بابا خشم یک وضعیت اینطوری داره. خدمت شما عرض میشه که پیغمبر فرمودن خشم شعله اخگری از شعله های آتش شیطان است. الغضب جمره من الشیطان. در روایات داریم غضب کلید هر بدی است، مخصوصا اگر داخل زندگی خانوادگی من را پیدا بکنه، که متاسفانه امروز نمیخوایم انکار بکنیم آمار خشونت، آمار غضب، آمار خلاصه تنها و فشار در کشورهای اسلامی به مراتب بیشتر است، مخصوصا در کشورمان ما از این واقعا چطوری بگیم از این کانال آسیب‌های زیادی را دیدیم، داریم می‌بینیم. فرزندانمان به خاطر کمبود محبت و افزایش غضب در خانواده‌ها آرامش ندارند، بیشتر کانون بزرگ خانواده آسیب دیده. ما بیاییم میره درمان بکنیم. من الان یکی یکی وارد بس میشم خدمت شما رو چه که خب خانواده یک تشکیلات است، یک در واقع واحد اجتماعی است که در سراسر دنیا اثر گذاره. یعنی شمایی که اینجا جمع شدین اجتماعی بزرگ تشکیل دادین، خب از خانواده مختلفی هستین، حکومت ها، شهرها، قاره ها، همه ریشش خانواده است. اسلام به خانواده خیلی احترام قائله. خانواده نهاد است که در همه دنیا پذیرفته شده است، مسلمان و غیر مسلمان نداره. از نگاه قرآن خب یک مرد نامحرم با یک زن نامحرم قرار زندگی را میگذارن. تعبیر قرآن اینه، میگه اساس این برنامه و این شرکت و این در واقع مشارکت بر معیار محبت هست. یعنی وقتی که دختر نامحرمی با مرد نامحرمی، جوان نامحرمی ازدواج میکنن، و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. شما بعد از اینی که از دو خانواده با هم بیگانه یا اگر فامیل هم هستین، خب نامحرمین، وقتی کنار هم میایین هدف چیه؟ هدف آرامشه. لتسکنوا الیها. خب اگر زن و شوهر کنار همدیگه قرار بگیرن به آرامش نرسن چی فایده؟ این نقض غرضه، این دور شدن از هدفه. نه یک آیه، نه دو آیه، ده ها آیه داریم درباره خلاصه خانواده. من اینا رو بس نمی کنم. حالا این خشونت چیست؟ بعضی وقتا فکر میکنیم خشونت فقط اینه که دختر مانه، پسر مانه، خانم مانه با سیلی بزنیم. تنها زدن که خشونت نیست، اگرچه زدن یکی از مصادیق خشونته، شکنجه کردن. هر اقدام عمدی، دقت کنیم، و آگاهانه که با امیال و علایق و باورهای باورها اعتبار حیثیت فرد، خب هر کسی یک خواسته ای داره، یک جایگاهی داره، یک بالاخره اعتبار و حیثیت داره. حالا هر حرکتی که با این ویژگی های یک نفر و یا یک جماعت مغایر باشه، سبب ترس، سبب رنج، سبب اضطراب، سبب نگرانی اون نفر شده، این میشه خشونت. آقا قرار نیست که ما نماز جمعه بیاییم با وحشت. خدا شاهده من بعض وقتا نماز جمعه میاییم میگم خدا امروز مردم کمتر بیایه. چرا؟ چون میگم اگر اتفاق افتاد برای خودم بیفته، حداقل مردم آسیب نبینه. این یک نوع خشونته. مکتب برو، ورزشگاه برو، با خشونت. داخل خانه، یعنی خشونت ها
این طوری نیست که فقط بزدن باشه. هر اقدام و هر حرکت و هر برنامه‌ای که آرامش و نشاط و خلاصه اعتماد از مردم بگیره، از فرد بگیره، از جامعه بگیره، این میشه خشونت. و در مقابل این باید برنامه داشته باشیم. این خشونت ها سابقه تاریخی داره. خب شما میدونین حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام و حضرت حوا زن شوهر بودن، بچه هاشون در مقابل هم دیگه گرفتار خشونت شدن. قابل نتوانست پیشرفت و ترقی حابل تحمل بکنه، نظر او قبول شد، از قابل قبول نشد، او خشونت انجام داد، او را کشت. همسر حضرت نوح و فرزند یکی از همسرانش با فرزندش در مقابل حضرت نوح خشونت کرد، گرفتار شد، غرق شد. ما انسان ها طبع ما اینطوریه. خب علما هستن، خلاصه انسان مرکبی از عقل و شهوته، یک بخشی از وجود ما شهوته، ما اینا رو باید کنترل بکنیم، اگر کنترل نکنیم زندگی خراب میشه. این خشونت ها که در خانواده، در محیط جامعه گاهی خلاصه پیدا می شود و یقینا هست، هم عوامل داره چرا اینا به وجود میاد. خب مثل مریضی های دیگه. خب چرا یک مریضی داخل شهر پیدا میشه؟ ویروسش از یک جایی میاد، بعد زیاد میشه. اگر جلوی ویروس چه گرفتن خلاصه کم میشه دیگه. خشونت عوامل داره، اقسام داره، راه درمان داره، عواملش باید پیدا بکنیم، با عواملش مبارزه بکنیم، این خشونت ها را کم بکنیم، کم بکنیم، آخرش خلاصه زندگی ما میرسه به اون حیات طیبه. گاهی خشونت به اعتبار شخص است، گاهی خشونت به اعتبار نوع است. خشونت روانی، خشونت بهداشتی، خشونت مالی، خشونت های شخصی و فردی داریم، همسر آزاری، گاهی کودک آزاری، کشتن فرزند، گاهی پدر مادر آدم اذیت میکنه، گاهی در تربیت فرزندان یک مسیری رو میره که واقعا مسیر ناراحت کننده و خشنیه. خب چرا بچه تا اینطوری تربیت میکنی؟ میگه دلم میخوایم، من مثلا معتقد هستم باید بچه هم اینطوری تربیت بشه. خب ما حق نداریم بچه ما اونطوری که دل خودمان میخواه تربیت بکنیم. آقا امیرالمومنین فرمود فرزندانتان رو بر اساس زمان تربیت بکنیم. بعد تربیت در اسلام معیار داره. میشه ما بچه ما طوری تربیت بکنیم که دست بزنش بالا باشه؟ راه داره. ما باید این خشونت ها را بشناسیم و راه درمانش خدمت شما را پیدا بکنیم. یکی از خشونت ها خشونت روانی است. من اینه بیشتر یعنی برجسته تر مطرح بکنم. شایع ترین خشونت ها خشونت روانی است که گاهی در بین جامعه است، گاهی در بین خانواده است. مثلا عذرخواهی میکنم، گاهی یک مرد، گاهی یک مسئول، گاهی یک خلاصه بزرگ طوری زندگیشه، برنامهشه، ارائه میده که کسانی که با او در ارتباط هستن همیشه احساس خطر میکنن، احساس نگرانی میکنن. آقا این خواسته رو ازش بخوام نکنه به ما فحش بده، نکنه مرا توهین بکنه، آبرو ما ببره. بابا حاکم هستی، باید مردم راحت بتونه باید حرف بزنه. شما زندگی پیغمبر رو بخونید. من در ایام ولادت پیغمبر عرض کردم کان افکه و ناس معصبیان، با پیغمبر با اطفال خوش برخوردترین آدم تاریخ بود. خشونت روانی آن است که آدم نتونه با بزرگتر، با پدر، مادر، با رئیس، حالا مسائل اداری، مقررات به جای خود، اما این حس باید برداشته بشه. مرد، مادر، پدر، اینها باید طوری زمینه
ارتباط با فرزندان فراهم بکنن که خشونت روانی حس نشود. تخریب شخصیت ها، مخصوصا امروز که فضای مجازی و خلاصه اکاذیب هم زیاده، البته این فضای یک فضایی که میشه ازش خوبم استفاده کرد، اما خب متاسفانه خیلی هم بد استفاده میشه. خود استفاده از این فضا رو باید به جامعه من یاد بدیم، به فرزندان من یاد بدیم. پس یکی از خشونت ها خشونت روانیه و امروز خیلی مردم از این خشونت رنج میبرن. شما روز به روز شاهد افزایش این خشونتی و اینه باید درمان کنیم. درمانش چیه؟ رابطه حسنه. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گاهی آدم با یک شخصیت با یک مسئول برخورد میکنه، میبینه چقدر مهربانه. یک جا مسافرت میکنه، کلی خلاصه استراب ها، کلی نگرانی ها تبدیل میشه به آرامش. خبرگیری ها، پیگیری ها، واسطه ها را کم کردن، ایجاد رفاقت، ایجاد صداقت، اینها یکی از چیزهایی است که خشونت های روانی را تبدیل میکنه به آرامش روانی. دیگری از خشونت، خشونت اقتصادی است. باور کنیم خیلی خشونت بدیه. ما فقط از خشونت برداشت می‌کنیم که افراد سیلی بزنیم، گاهی نان یک کس ازش می‌گیریم، خانه‌ش می‌گیریم، درآمدش می‌گیریم، کارش می‌گیریم. آقا فکر بکن یک آقایی که یک جا کار می‌کرده یک دفعه‌ای بی جهت او رو از کار بیکار بکنی، می‌دونی چه کار کرده در حقش؟ زندگیش نابود کردی. درآمد مردم کنترل کنیم. متاسفانه این خبر را که من شنیدم واقعا برای من قابل تحمل نبود. قرار است، خب حالا هم خودش بالاخره مشکلی است که مهاجرین چهارشنبه هفته آینده از پاکستان هرچی مهاجری که حالا مدرک نداره بیرون بکنن. خودش یک معضل. بعد گزارش را که من خواندم گفتن اینا حق ندارن بیش از حدود $200 یا $180 با خودشون اموال یا خلاصه پول ببرن به افغانستان. خب این چی برخورد است؟ با چی امکانات بیای زندگی بکنن؟ خب 10 سال 20 سال زندگی کرده، پولی داره، سرمایه‌ای داره. کنترل اقتصاد مردم، درآمدهای مردم، محدود کردن دسترسی به پول، به ثروت، جلوگیری از شغل، از کار. خب حالا یک کس اگر دسترسی به کار نداشته باشه، به شغل نداشته باشه، چجور آرامش پیدا میکنه؟ مثل خون میمانه مال. خون در بدن ما گردش نکنه، یک لحظه میفتیم زمین. خب مال نباشه، خون نیست. اینی که ادهی را بالاخره از دسترسی به کار منع میکنیم، یه خشونته. خشونت های اجتماعی داریم، محدودیت هایی که برای افراد جور میشه، اینها مشکلات میآفرینه. اینا منبع داره، منشأ داره و منبع و منشأش باید پیدا بکنیم. دیگه خطبه نماز جمعه طولانی میشه، من زیاد نمیتونم صحبت بکنم. یکی از دلایلش، یعنی عوامل خشونت، این است که گاهی یک ضعف‌های درونی در وجود انسان است. انسان تبدیل میشه به یک نیروی خشن، یعنی میشه عامل خشونت. نگاه کنید در روایات داریم حسد خیلی بده، و من شر حاسد اذا حسد. غبطه خوبه. یک کسی اگر گرفتار حسد شد، یکی از آثار حسد اینه که خشونت به وجود میاره، نمیتونه پیشرفت دیگران رو تحمل بکنه. خیلی باید با این خبیثه و با این رذیله اخلاقی مبارزه بکنیم. فرمود که پیامبر ایاکم والحسد، از حسد دوری کنین، از کینه دوری کنین. فإن الحسد یأکل الحسنات، حسد حسنات خوبی ها رو میخوره. همونطوری که
آتش هیزومه میخوره، باورهای غلط خودش منشه خشونته. آقا زن بدتر از مرده، پایین تر از مرده، کی گفته زن پایین تر از مرده؟ حضرت آدم از معذرت میخوایم خلاصه زیل ایچب از قبرقه ایچب حضرت آدم خلق شده، کی گفته ایره؟ قرآن میگه ارتاش ما خدا خلق کرده. بعض وقتا یک باورهایی در جامعه پیش میایه، آقا این قوم از این قوم بدتره، کی گفته؟ این اکرمکم عند الله اتقاکم، فلانی رو بکش ثواب داره. بابا اینا رو باید بری پیدا بکنی، به حرف یک نفر که نمیشه. آدم زندگیه که بعد از این آدم عالم که آدم عمرش تمام شد اونجا نتیجهش میبینه، یا میشه بهشت یا میشه جهنم. این رو به این سادگی حرف یک کسی رو قبول بکنه؟ باورهای غلط اشتباه، باید بریم پیدا کنیم باور سهره. روش های نامناسبه که پدر مادرها با بچه ها دارن، باور بکنید کسی که بچهش بناحق میزنه، تعدیب میکنه، شلاق میزنه، این بچه عقده پیدا میکنه، بعدها بزرگ شد این عقده هاش خالی میکنه، تبدیل میشه به یک عنصر خشونت. فقر خودش عامل خشونته. رسانه هایی که داریم اگر راه استفاده از اینها را به فرزندانمان به جامعه یاد ندیم، اینا تبدیل میشه به عامل خشونت. هم عوامل داره هم راه های مبارزه داره. دیگه متاسفانه وقت نیست که من راه های برخورد و مبارزه با اینا را عرض بکنم. علا کل حال ما باید زندگی را از قرآن یاد بگیریم. قرآن به ما الگو معرفی میکنه، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر فرمود که بهترین شما کسی است که با خانوادش محبت داشته باشه. خیرکم خیرکم لعیاله. بهترین شما کسی است که با خانوادش رابطه خوب خوب داشته باشه. و انا خیرکم لعیاله. من از همه تان با خانوادم مهربان بودم. آقای امام حسین علیه السلام خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، خیلی آقاست، در خلاصه آسمان ها بزرگتر از زمینه. وقتی از خانوادهش یاد میکنه میفرماید من یاران بهتر از یاران خودم سراغ ندارم و خانواده مهربان تر از خانواده خودم سراغ ندارم. امروز دشمن در کمین ماست، در کمین همه جامعه اسلامی. خانواده های ما را خلاصه با برنامه های در از مدت و هدفمندی که داره از آرامش خالی بکنه، زندگی ما را، فرزندان ما را از ما بگیره. همه الان داخل نماز جمعه چند نفر که هستین ببینین چقدر فرزندان ما الان در دامن غیر مسلمان ها دارن پرورش پیدا میکنن. ما بچه های زیادی داریم که اینا رفتن الان با در کشورهای غیر اسلامی در کنار یک غیر مسلمان زندگی میکنن، پولم خرج کردن، رای قاچاق هم رفتم. چرا اینطوری شده؟ ما باید با یک دیدی بزرگ به این مسائل نگاه بکنیم. باید با استفاده از قرآن، با استفاده از هدایت، مسیر زندگی طیب و حیات کامل، اون حیاتی که ما را به سعادت برسانه و را پیدا کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین
و علی الصدیقه طاهره و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت الخلف الصالح ائمه المؤمنین. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. اولین موضوعی را که مطرح میکنم باز اظهار تأسف میکنم و اظهار تأثر میکنم و اعلان غم شریکی میکنم با خانواده‌هایی که دیشب در حوالی ساعت 6 به بعد قبل از ساعت 7 در کابل در منطقه پل خوش در اون ورزشگاهی که اون عمل جنایتکارانه صورت گرفت، حالا آمار کشته ها فعلا 6 نفر شهید اعلام شده و تعداد مجروح دقیق نیست. باز هم متاسفانه ما خبر ناگوار را شنیدیم که با توجه به حادثه‌ای که دو جمعه قبل، دو هفته قبل در پل خمره اتفاق افتاد، ضریب امنیت رو باز خلاصه به هر دلیلی و به هر بهانه‌ای در اذهان جامعه ما پایین آورد و باور و اعتماد را نسبت به این مسئله مهم و حیاتی کمتر کرد. میدانین کشورهایی که به عنوان ابرقدرت ها در دنیا کار میکنن، اینها با برنامه های پیچیده، حرکت های کور و ناپیدا اهدافشان دنبال میکنن. ما در همین اواخر شاهدیم خیلی از کشورها برنامه ریزی کردن، در واقع خبرنامه رسمی دادم که به افغانستان مسافرت نکنین، به اتباعشان گفتن به افغانستان نرین. حالا دو سه کشور که در این اواخر اطلاعاتش شنیدیم شاید هم بیشتر باشن، از جمله بریتانیا گزارش داد که دلایل زیاد است برای این که اتباع ما به افغانستان مسافرت نکنه، از جمله در سراسر افغانستان گفت احتمال وقوع حملات تروریستی در اماکن مذهبی، در مراسم، در جشنها، در اطراف فرودگاه ها و میدان هوایی اتفاق میفته. خب یک پیشبینی میکنن، یک خدمت شما رو میشه که احتمال میتن، مثل این کسایی که تجربه دارن میخوان مال کسی رو غصب کنن، زمین کسی رو غصب کنن، اول میرن یک دست میگذارن میبینن اگر کسی بود خودشان کنار میکشن، اگر آمادگی بود، اگر نبود بار دوم سوم میرن تصاحب میکنن. اینها امنیت کشورها را اینطوری برنامه ریزی میکنن. حالا اعلان میکنن که این اتفاقات میفته، بعد از اون طرف خب یکی از مهمترین برنامه ها و در واقع دستاوردهایی که امارت اسلامی داشته مسئله امنیت بوده و که واقعا ارزشمندم هست و شعار اینه که گروه های تروریستی در کشور نیست و هیچ گونه خطری از ناحیه اینها متوجه دیگران نیست و اینها مهار شدن، کنترل شدن. اما وقتی شاهد خلاصه این حوادث ما هستیم، من بعد از نماز جمعه که هفته گذشته خدمت شما بودم، روز یک شنبه رفتم پل خمری، اون مسجدی که اتفاق افتاده بود اونجا رو از نزدیک مشاهده کردم، با خانواده شهدا خلاصه هم صحبت شدم، با مجروحین حادثه صحبت کردم، واقعا خطرناک بود. حالا یک چیزی ما میشنویم، 21 نفر شهید شده، نزدیک به 100 نفر حالا با شدت و ضعفی که داشته مجروح شده. وقتی آدم در کنار خانواده مجروح میرسه بعد میبینه این چقدر از نظر روحی روانی آسیب دیده. او کسی که شاهد ماجرا بوده، از اون طرف ما شاهدیم
حرکات هستی. خب امروز هم دیشب هم اون اتفاق افتاد. این برنامه ها مخصوصا گزارشاتی که بعضی از رابطه ها را با گروه های مثل داعش نقل میکنن، خطرات تروریستی را بالا میبره. این نگرانی را به وجود میآورد که یک بازی پیچیده و یک برنامه کور در جهت بی‌ثباتی و ناامنی در کشور ما داره مدیریت میشه، از دور مدیریت میشه، نیرو داره در داخل. حالا هدف کی باشه مهم نیست و این امیدها را کم میکنه. راه مبارزه با این خطر چیست؟ و متاسفانه گاهی یک عده ولو از افغانستان هن، الان خوش شما میدانین خیلی ها بالاخره بیرون از افغانستان هن. اینها افرادی بودن، منافع داشتن، منافعشان امروز به شکلی از اشکال در خطر. اینها میاین این حرکات تبدیل میکنن به فتنه های بزرگتر، فتنه ای که دشمن دنبالشه. به اینا رنگ های خاص میتن. اگرچه ما الحمدلله معتقدیم و در صحنه هستیم، اینها را میبینیم حقیقت نداره. دشمن دشمن مشترک افغانستان است، دشمن اسلام است. خب کسی که میاد در مسجد در نماز جمعه در حال خطبه، خب نمازی که قرآن در قرآن یک سوره به نامش نازل کرده، همه مسلمان ها این نماز حج فقرا میدانه، اونجا جنایت انجام میده، این دیگه با همه دشمنه. اما عده ای دلشان میخوان این حرکات را تبدیل بکنن به یک جریان خاص. راه تبلیغات هم فراوان است. ما امیدواریم که این حرکت ها با یک کلان نگری، با یک رابطه حسنه با افراد و لایه های بزرگ جامعه مدیریت بشه. و من همینجا عرض میکنم زمینه تبلیغات و دشمنی و در واقع شایعات را که دشمنان میتوان از اونها استفاده بیشتر ببره، اونها را باید مسدود بکنیم. علی کل حال وظیفه مردم و مسئولین هم این است که این حوادث بیشتر از گذشته با رابطه حسنه و با برنامه ریزی مدیریت کنند. مسئله دومی که عرض میکنم برادرها، در جمعه گذشته هم عرض کردم، ما باید در قسمت مسائل امنیتی چی در مساجد، چی در مکاتب، چی در مجالس که به مناسبت ها میگیریم، حتی دیدیم ورزشگاه دیشب هدف قرار دادن، ممکنه بازار ما را هدف قرار بدن. این تعبیر قرآنه. اگر خودتان جلوی ادهی را نگیرین، صومعه ها، معابد، کلیساها، مسجدها، همه اینا را نابود میکنن. ما باید احتیاط داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، چاره ای نیست. از غفلت ما استفاده نکنن، هم رابطه با مسئولین با دولت داشته باشیم و هم انشالله احتیاط کامل خودمان رعایت بکنیم. میدانین امنیتی را که خود مردم میتوانن تامین بکنن، هیچ پلیسی هرچی زیاد باشه، هرچی قوی باشه، نمیتونه تامین بکنن. مگر دولت ها چقدر پلیس دارن، چقدر نیروی تامین امنیت دارن؟ اگر مردم واقعا با اخلاص با محبت رابطه داشته باشن، خیلی کارایی داره. متاسفیم مسئله سوم شاهد این جنایت هولناک و این نسل کشی در فلسطینیم. آمار کشته ها به بیش از 6000 نفر رسیده و دنیای مترقی که تبدیل شده به یک دهکده شاهد این جنایت است. واقعا کشورهای اسلامی نگاه هاشان برنامه هاشان مایوس کننده است. ما در همین حواشی خلاصه اسرائیل که به عنوان یک درد جانکا در خاور میانه است، شاهد برنامه ارتباط با این خلاصه دولت غاصب بودیم و امروز هم سکوت
خیلی دردآور است. دنیا شاهد این همه جنایت است. خیلی عجیبه در هر شبانه روز گاهی 400 نفر 500 نفر 600 نفر انسان کشته میشه. دنیا نمیتواند جلوی خلاصه یک شجره آلوده به همه بدی ها رو بگیره. حالا نشستم که با چی امکاناتی در آینده با یک تدبیر اینها به هدف برسم. ما امیدواریم که یک وجدان بیدار و یک حرکت بیدارگر در جهت مبارزه با ظلم و تأمین صلح جهانی با وجود بیاید. وقتی این صحنه ها رو میبینیم جز همون امیدی که همه بشریت به او باید آشنا شود تا صلح جهانی را انشالله اجرا بکنه، چیزی دیگری را ما الان بهش امید نداریم. امیدوار هستیم که این حرکت ها بتواند بشریت را با اون صلح بزرگ آشنا بکند. آخرین نکته و مطلب را که عرض میکنم، ظاهرا در روزهای دهم یازدهم ربیع الثانی نماز جمعه در سال اول هجری در 12 ربیع الثانی در سفر و حضر به پیامبر واجب شد و وجوب نماز جمعه در سال اول هجرت، یعنی اولین سال که پیامبر آمد مدینه، دلیل بر این است که حتی قبل از تغییر قبله، و میدونین حدود 18 ماه پیامبر بعد از آمدن به مدینه به سمت بیت المقدس نماز میخوند. این را عرض کردم که بعضی ها میگن خب حالا چه کار داریم به بیت المقدس؟ او ربط به ما نداره. نه، بعضی جریان ها نمیشه بگیم اینا جریان یک کشوره، اینا مربوط به جهان اسلام میشه. حالا دهم بوده دوازدهم بوده، این دلیل بر این است که نماز جمعه بسیار در جامعه اثرگذار است. مسئله عبادتش یک بخش است، مسئله عزتش، مسئله بیداریش، مسئله خلاصه آمادگی های لازم، بررسی مشکلات جامعه، بیرون رفت از مشکلات. نگاه کنید، نگاهی ما میریم پیش یک طبیب با او مشورت میکنیم، اما در نماز جمعه بحث یک نفر نیست. بهترین برداشت ها در رابطه با حل مشکلات اجتماعی یک شهر، یک کشور، ممکنه یک خطیب جمعه یک موضوعی را مطرح بکنه به درد همه جهان اسلام بخوره. اگر واقعا نمازهای جمعه با همون دیدگاهی که در اسلام است مدیریت بشه، نه در سطح یک کشور، در سطح کشورهای اسلامی، یک موج عجیب میشه. متاسفانه اینطوری نیست، واقعا اینطوری نیست. خب از حضور همیشه با احساس شما مردم، خواهران و برادران در نماز جمعه تشکر میکنم. اگرچه عرض کردم بعض جمعه ها، حالا که الحمدلله با دلسوزی و با فداکاری و با تلاش و برنامه ریزی همه، مخصوصا خادمینی دلسوز و با اخلاص ستاد نماز جمعه، همه برنامه ها دنبال میشه، اما باشد که روز به روز آمادگی هامون بیشتر بشود. خدا در قرآن میفرماید در مقابل دشمن همه قدرت و آمادگی تان به کار ببندین و اعد لهم ما استطعتم من قوه. حالا فرق نمیکنه در میدان های جنگ خلاصه فیزیکی یا این صحنه، امروز دشمن میدان جنگ تبدیل کرده به مساجد و به مکاتب و به ورزشگاه و به شاید محل کار و زندگی و آموزش ما. ما باید برای مبارزه همیشه آمادگی داشته باشیم. علی کل حال این صحنه، صحنه مهم و ارزشمند است، محافظتش و ادارش هم نیاز به برنامه‌ای بیشتر داره. آخرین مسئله ای را که عرض میکنم، روز دهم ربیع الثانی یعنی دیروز، روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها بوده، خواهر امام رضا، دختر امام کاظم و عمه حضرت جواد، یعنی یک بیبی با این عظمت. امام رضا علیه السلام سال 203 به شهادت رسید، سال 200 از مدینه به خراسان آورده شد.
حضرت معصومه سلام الله علیها در سال اول، یعنی حدودا یک سال که از سفر آقا گذشته بود، دیگه نتونست تحمل دوری برادر بکنه، حرکت کرد آمد به قصد دیدن برادر به مسافرت که هدف حضرت آمدن به خراسان و زیارت برادر بود. من تا قبل از اونی که به خراسان برسه در قم از دنیا رفت، حدودا 16 روز یا 17 روز در قم بعد از اونی که رسید مان و مریض شد و اونجا هم از دنیا رفت. من یه نکته ای را در رابطه با قم و حضرت معصومه عرض میکنم. میدونم خب اینجا دیگه نمیتونم من بیبی را کامل معرفی بکنم. جالب است امام کاظم قبل از اونی که حضرت معصومه به قم بیایه یا حضرت رضا به خراسان بیایه فرمودن قم اش آل محمد. قم آشیانه خاندان پیامبر و پناهگاه پیروان پیامبر و آل پیامبر است، دوستان اهل بیت است. این قم از کجا قم شد؟ امام رضا با این که عرض کردم خب حضرت معصومه 2 سال قبل از خود آقا رحلت کردن، هنوز نرسید خراسان، فرمود من زارها فله الجنه، کسی که خواهرم را در قم زیارت بکنه. اول فرمود زارها زیارت بکنه، جای دیگه فرمود من زار المعصومت بقم که من زارنی، کسی که خواهرم را در قم زیارت بکنه گویا مرا زیارت کرده. شما میدونین که حضرت رضا فرمود هر کس مرا زیارت بکنه روز قیامت میام 3 جا کمکش میکنم، اخلصه من احوالها. اون لحظه ای که نامه ها به دست راست و چپ مردم داده میشود، این دست صراط و این دل میزان، اون موقعی که از پل صراط عبور میکنه و اون روزی که خلاصه نامه های عمل وزن میکنه، حضرت فرمود هر که خواهر مرا در قم زیارت بکنه گویا مرا زیارت کرده. امام صادق علیه السلام قبل از این ماجرا فرمود که پیغمبر خدا حرم دارد. خب امام صادق قبل از اون که حضرت معصومه متولد بشه این جمله را فرمودن، فرمود خدا حرم دارد، حرم خدا مکه است، پیامبر حرم دارد، حرم پیامبر مدینه است. امیرالمومنین که عزیز من قبل از خطبه هم حدیث خواندن، امیرالمومنین حرم داره، حرمش فرمود کوفه است، اما قم کوفه صغیره است، کوفه کوچیک است. فرمود بهشت 8 در دارد که 3 در آن از قم است. خیلی فضایل داره این شهر. امروز الحمدلله بخشی از دفاع و بخشی از تبلیغات هدایتگر به وسیله تربیت شدگان این نقطه ارزشمند داره صورت میگیره. من دیگه وقت ندارم، فقط این جمله را عرض میکنم درباره حضرت معصومه سلام الله علیها، خدا رحمت بکنه. میگن آیت الله مرعشی 44 شنبه رفت متوسل شد به مسجد سهله، دنبال این بود که حاجت بگیره، حالا حاجتش هم نقل کردم، میخواست در اونجا متوجه بشه که قبر مادرش زهرا کجاست. حالا چند چهارشنبه رفته بود نمیدونم، نقل شده در یکی از چهارشنبه ها دید یک شخصیت بسیار دوست داشتنی، با عظمت، با خلاصه وجاهت، با لباس روحانیت عرب باش هم صحبت شد، خیلی احساس کرد محبت داره. گفتم بالا چی هستی؟ گفت من اینجا آمدم متوسل شدم که خلاصه میگن آقا را اینجا میشه دید و ازش بپرسم حاجت بگیرم. گفت چی حاجت داری؟ گفت حاجتم اینه که بدانم قبر مادرم زهرا کجاست. بعد سوال کرد اگر بخوای سر قبر مادرت بری چی میخوای؟ بالاخره صحبت کرد، گفت من خواسته آره دارم، میخوام بفهمم کجاست. فرمود نه، برنامه این نیست که قبر از زهرا را به کسی نشان بدم. فرمود هرچی از قبر مادرت زهرا میخوای برو قبر حضرت معصومه قم، اونجا خدا باید عنایت میکنه. امام صادق فرمود حضرت فاطمه معصومه کسی است که تدخل فی شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعه.
بی بی کسی است که همه پیروان ما، دوستان ما با شفاعتش میتونن بهشت برن. 17 روز بعد از آمدنش یا 16 روز گذشته بود که مریض شد، کسیل شد، بالاخره در قم از دنیا رفت. همین جایی که الان قبر بی بی است، یکی از ارادتمندانشان موسی بن خزرج قمی اینجا را وقف کرد برای حضرت معصومه، حرم حضرت معصومه. میخواست خدایا به وجاهت حضرت معصومه سلام الله علیها، مشکلات همه مسلمین مخصوصا ملت مظلوم فلسطین برطرف بفرما، توطئه دشمنان اسلام به خودشون برگردان، توطئه دشمنان ملت افغانستان، مردم افغانستان، حکومت افغانستان، امنیت افغانستان خدایا با خودشون برگردان. ما را، مردم ما را، دولت ما، حکومت ما را در محوریت قرآن و اهل بیت و هم دیگه مهربان و مهربانتر بگردان. در مقابل توطئه ها خدایا ما را غالب و فاتح بفرما. همه عزیزانی که التماس دعا دارن، مشکل دارن، خدایا در مجلسن، بیرون مجلسن، خدایا همه را مشکلاتشان برطرف بفرما، حوائج مشروعشان عنایت بفرما، فرج آخرین امید بشریت برسان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.